که یک دوش گرفتن عادی به یه صحنه جرم وحشیانه تبدیل میشه. گلاسیا سلام، امروز براتون فیلم سایکو یا روانی مسئول سال 1960 رو آوردم. این فیلم یکی از فوق‌العاده ترین فیلم‌های سبک ترسیه به خاطر اینکه از پرچم داراست و از همون اول اومد سبک اسلشر رو روانشناختی با هم قاطی کرد و شروع خیلی از فیلم‌های خوبی بود که بعدترش اومدن. البته که شاید بعد از دیدن فیلم‌های کانال من زیاد از این نترسید. خب حقم داره چون سبک سیاه‌سفیده، خیلی از چیزهای ترسناک نشون نمیده توش و فقط صداشو میشنویم، اما خب خوبه که یکی از اسطوره‌ها رو قشنگ بشناسیم. بریم ما فیلمو ببینیم، حتما تحلیل آخرش رو گوش بکنید. حواستون باشه برو کاملا صحنه قشنگش هم باشه. با شروع فیلم زنی به اسم ماریانو می‌بینیم که توی هتلی داره لباس می‌پوشه. مردی به اسم سم کنارشه و معلومه که مدت‌هاست با هم تو رابطه‌اند. می‌فهمیم سم تازه داره همترش جدا میشه و برای همینم دوست نداره خیلی با ماریان رابطه‌شون جدی بشه. دلیل دیگه این کارش هم اینه که بعد طلاق همه پولاشو همسرش به دست میاره و هیچی نداره که زندگی جدیدی با ماریان شروع کنن. ماریان میره سر کار که یه شرکت املاک هم هست. مشتری میاد اینجا و انقدر پول داره که 140,000 دلار نقد بهشون میده تا براش خونه بخرن. رئیس شرکت هم از ماریان میخواد که مسئولیت بردن پول به بانکو قبول کنه. ماریان هم بقیه روز مرخصی میگیره تا اول بره بانکو بعد بره خونهشون. ای داره میزنه بیرون، منتها یه نقشه مهم داره. به بانک نمیره و مستقیم میرسه خونه. همه لوازماشو جمع میکنه و تصمیم میگیره که با دزدیدن این پول همراه سم برن تا یه زندگی جدید شروع کنن. راه میوفه سمت شهری که سم توش زندگی میکنه تا اونو برداره و از اونجا برن. وسط راه اخستگی بغل میخوابه. صبح باشه این اصلای ضربه مامور پلیسی بیدار میشه. مامور از ماریان میپرسه اینجا چیکار میکنی و زن همه سعیشو میکنه که جریانو بپیچونه، اما خب رفتارش یکم مشکوکه. در آخر هم پلیس اجازه رفتن میده، اما خودش هم دنبالش راه میفته. استرس ماریان بالاست تا اینکه وسط راه مامور طرف دیگه میره و خیالش راحت میشه. برای راحت تر شدنش هم تو اول شهر که میبینه به یه نمایشگاه ماشین میره و وسیله جدید میخره. اما بازم همون مامور پلیس سر میرسه و ماریان این بار خیلی سریع اونجا دور میشه تا پلیس نتونه بیاد دنبالش. چیز نمونده مقصد برسه که این بار بارون شدیدی میگیره، به حدی که ماریان مجبور به توقف توی مسافرخونه به اسم بیتس میشه. میره داخل اما کسی نیست که کمکش کنه و با دیدن سایه زنی توی یکی از ساختمونهای این مسافرخونه خیالش از وجود آدمهای دیگه راحت میشه. حالا هم ماشین کلی بوق میزنه تا بالاخره یه مرد از همون ساختمون میاد بیرون و بهش خوش آمد میگه. ماریان هم میره داخل و مسئول هتل توضیح میده که اینجا همه اتاقها فقط برای یه شب اجاره داده میشن و همراهش میره تا اتاقش رو نشون بده. اتاق کوچیک اما مرتب. اسم این مردم نورمن بیتس هست و این مسافرخونه ارث خانوادگیشونه. در آخر هم ساعت شام رو اعلام میکنه و میره بیرون. ماریان از صمیمیت زیاد نورمن یکم معذب میشه اما چیزی نمیگه. لوازمش رو جابجا میکنه و بعد قایم کردن پولهایی که دزدیده لابلای یک روزنامه و گذاشتنش کنار تخت صدای بحث و دعوایی میشنوه. از پنجره بیرون نگاه میکنه و صدا از همون خونه میاد که موقع ورودش یه زن توش دیده بود. این زن مادر نورمن و داره دعواش میکنه که چرا یه زن غریبه رو راه دادی. کلیان داره تغییرش میکنه. ساعتی بعد نورمن با شام سر میرسه و از ماریان میخواد که به لابی برن. اونجا کمی حرف میزنه و از علاقه زیادش به شغل تاکسیدرمی یا خوش کردن حیوان ها صحبت میکنه. این هم میگه که مادرش یه مقدار مشکل ذهنی داره و همش داره دعوا میکنتش. ماریان میگه خب چرا نمیذاریش تیمارستان روانی و قیافه نورمن میره تو هم. بعد با لبخندی میگه خب همه ما یه وقتای دیوونه میشیم. یعنی باید همه بریم دیوونه خونه. ماریان از این رفتاری که معذب‌تر میشه و به اتاقش میره. مشکل داشتن نورمن اینجا بیشتر معلوم میشه که یه سوراخی به حموم این اتاق زده و ازش ماریان رو دید میزنه. بعدم به خونه خودشون کنار مسافرخونه میره. میرسیم به یه سکانس فوق‌العاده معروف توی سینما. ماریان به حموم رفته و مدتی بعد انگار یکی نزدیکش میشه. با کنار زدن پرده چاقوشو میبره بالا و یه ماسک هم داره. حالا بدون هیچ رحمی بارها به ماریان چاقو رو فرو میبره. زن فقط جیغ میکشه و در آخر بعد ریختن کلی خون روی در و دیوار ساکت میشه. همزمان با خروج قاتل از اتاق صدای نورمن از خونه خودشون میشنویم. هیداد میزنه مامان تو رو خدا این کارو نکن. بعد با سرعت به مسافرخونه میاد و با رفتن به اتاق ماریان جنازه اون رو میبینه. اما به جای تماس با پلیس تی و آب میاره، همه آثار جرم پاک میکنه و در آخر جنازه ماریان همراه چند متن روزنامه که لاش پول بود و تو صندوق ماشین این زن میندازه. بعد هم ماشین رو توی دریاچه غرق میکنه که کسی از جریان باخبر نشه یا مثلا یه موقع مادرش گیر نیفته. یک هفته میگذره و حالا بیخبری از ماریان باعث نگرانی خواهرش لایلا شده. لایلا به دیدن سم میره و با عصبانیت میپرسه که خواهرمو چیکار کردی؟ اما خب سم هیچ خبری ازش نداره و اونم نگرانه. مرد دیگه به اسم آربوگست هم سر میرسه که یه کارگاه خصوصیه. لایلا اونو استخدام کرده تا خواهرشو پیدا کنن. آربوگست به لایلا میگه که خواهرت هفته پیش 40,000 دلار از شرکتشون دزدیده و یه رفه ناپدید شده. حالا مطمئن شدن که سم هم خبری ازشون نداره و آربوگست هم شروع به پرسجو از اهالی شهر میکنه.
میکنه. این سوالا در نتیجه اونو میرسونه به نزدیکترین شهر به محل زندگی سم. آربرگست به مسافرخونه بیتس میاد و از نورمن در مورد ماریان سوال میکنه، اما نورمن میگه تا به حال اسمشو نشیدم و قطعا هم ندیدمش. اما کارگاه برای اطمینان خاطر نگاهی به دفتر مرد میندازه و میگه که ماریان شاید یه اسم مستعار داشته. بالاخره به اسم ماری ساموئلز برخورد میکنه، اسمی متشکل از کلمه های ماریان و سم. دستخطش هم شبیه ماریان و حالا عکس این دختر رو نشونه نورمن میده. اون یکم به هم ریزه و در آخر با توضیح اینکه آدمای زیادی میان و چهره هاشون رو یادم میره قضیه رو جمع میکنه. بعدم میگه ماریان یه شب اینجا موند ولی صبح زود هم مسافرخونه رفت. آربوگاست شکش بیشتر شده، مخصوصا که حالا نورمن لکنت زبون گرفته و حتی تاریخ اون روز هم نمیتونه درست بگه. برای همینم هم شروع بررسی اتاقای مسافرخونه میکنه. بازم چیزی پیدا نمیکنه و یه لحظه سایه ای رو تو خونه کنار مسافرخونه میبینه که میدونی مادر نورمنه. وقتی کارگاه از نورمن میخواد که با مادرش هم صحبت کنه، مرد قبول نمیکنه و بیماری مادرش رو بهونه میاره. کارگاه آربوگاست هم با شکی بیشتر از مسافرخونه میره بیرون. از یه تلفن به لایلا زنگ میزنه و براش توضیح میده که اینجا چه اتفاقهایی افتاده و میگه که به نظرم مادر این مرد میتونه از همه جریان با خبر باشه و میخوام باهاش صحبت کنم تا یک ساعت دیگه هم بهتون خبر میدم. بعدم قصد میکنه و دوباره میره تو مسافرخونه. این بار خبری نورمن نیست و با استفاده از فرصت سری به خونه این مرد میره. در باز میکنه و هیچ صدایی نمیاد. به آرومی از پله‌ها بالا میره و دنبال مادر نورمنه که یه رفع از یه اتاق همون قاتل ماسکدار با چاقوش سر میرسه. لباس زنونه قاتل اینو میگن که مادر نورمن دست به کار شده و با ضربات متعدد کار آربوگاست هم تموم میشه و برمیگردیم پیش لایلا. اونو سم منتظر تماس کارگاه هم و حالا خیلی نگرانن چون خیلی گذشته و هنوز ازش خبری نشده. برای همینم هم سم به سمت مسافرخونه میره تا بفهمه چی شده. بعد چند ساعت برمیگرده و به لایلا میگه که هیچ خبری از ماریان و کارگاه نبود. احتمالاً یه سردخ کارگاه پیدا کرده و سریع اونجا رفته قبل اینکه به ما خبر بده. اما خب لایلا باور نمیکنه و این بار به خونه کلانتر شهر میرن تا ازش کمک بگیرن. کلانتر حوصله بیرون اومدن نداره و با مسافرخونه بیس تماس میگیره. از نورمن در مورد این کارگاه سوال میپرسه و به لایلا میگه که کارگاهتون اونجا رفته، یه سردخ هم گیر آورده و سریع مسافرخونه خارج شده. اما لایلا شکش بیشتر میشه و به کلانتر میگه کارگاه آربوکاست چند ساعت پیش بهمون زنگ زد، گفت که میخواد با مادر نورمن صحبت کنه چون بهش مشکوکه و هیچ چیز دیگه‌ای هم پیدا نکرده. کلانتر هم با سردرگمی میگه مادر نورمن 10 سال پیش مرده، اون عاشق یه مردی بود که فهمیدش متأهله، برای همینم اون مرد رو به قتل رسوند و بعدم جون خودش رو گرفت. نورمن بیچاره هم جنازه هر دوشون رو روی تخت پیدا کرده بود و خیلی عمق روحیش به هم ریخته. حالا سم شکش بیشتر میشه و میگه که غیر ممکنه مادر نورمن مرده باشه، چون وقتی من به اونجا رفتم سایه زن و پشت پنجره دیدم و مطمئنم مادر نورمن بوده. میریم به خونه نورمن، وارد اتاق بالای پله‌ها میشه و شروع به جر و بحث با مادرش میکنه. بهش میگه تو باید توی زیرزمین قایم شی و اصلاً هم بیرون نیا چون پلیس الان دنبالت میگرده. بعدم انگار مادرش رو به زور بلند میکنه و میبره که قایمش کنه. چند روز دیگه هم گذشته و سم با لایلا به دیدن کلانتر میرن. ازش میپرسن چیز جدیدی پیدا کرده یا نه و کلانتر هم میگه به مسافرخونه رفتم اما مطمئنم نورمن تنها زندگی میکنه. حتما سم یا حتی همون کارگاه اشتباهی سایه خود نورمن دیدن و فکر کردن یه زنه. اما خب این برای سم و لایلا کافی نیست. این بار دوتایی به مسافرخونه بیتس راه میافتن. وقتی میرسن خودشون رو به عنوان یه زن و شوهر معرفی میکنن و از نورمن میخوان که یه اتاق بهشون بده. چند دقیقه بعد که نورمن ازشون دور میشه شروع به چک کردن اتاقهای کناری میکنن. تو اتاقی که قبلا ماریان اومده بود یه رد نوشته رو دیوار پیدا میکنن. یه جمع و تفریق ریاضیه که انگار ماریان برای حساب کردن پولی که دزدیده انجامش داده. مطمئنن یه جای کار مشکل داره و سم میره که حواس نورمن رو پرت کنه تا تو این فرصت لایلا هم به خونه نورمن و مادرش بره. اما هیچ کس توی اتاق نیست. سم رو هم میبینیم که هی از نورمن سوالای چرت میپرسه و باعث میشه یکم به شرایط مشکوک شه. نورمن داد میزنه، اون زنی که باهاش اومدی کو، و با حرکت سم نورمن ضربه‌ای به سرش میزنه و اونو بیهوش میکنه. حالا میدور سمت خونش و لایلا هم از ترس گوشه قایم میشه. تازه متوجه در زیر زمین میشه و یواشکی میره داخلش. بالاخره مادر نورمن پیدا میشه، اما خب فقط اسکلتشه. لایلا جیغ میکشه و حالا پشتش نورمن با لباس زنونه در حالی که چاقوی قاتلو هم به دست گرفته پیداش میشه. سم هم سر میرسه و با نورمن درگیر میشن. سکانس بعد میبینیم که این درگیری و سم پیروز شده و حالا نورمن توسط پلیس به زندان افتاده. روان پدش که به دیدن نورمن میره و برای کلانتر لایلا و سم جریان رو توضیح میده. این مرد دو تا شخصیت داره، یکیش خودشه و یکیش مادرش. نورمن از بچگی توسط مادرش هی کنترل میشده. وقتی مادرش عاشق یه مرد دیگه شده خیلی این پسر
حسودی شده و حس میکرده دیگه تو این خونه جایی نداره. برای همینم هم در آخر میزنه و مادرش رو همراه معشوقش میکشه. برام الکی پلیس میگه که فقط پیداشون کرده و شرایط طوری جلوه میده که ما فکر میکردیم حقیقت بودن و انگار مادرش خودکشی کرده. دروغ گفتن برای این جرم و انکار دائم نورمن، چون نمیخواسته باور کنه که مادرش دیگه وجود نداره، اونو به یه آدم روانی تبدیل کرده، به طوری که جنازه مادرش رو دزدید تا همیشه کنار خودش نگهش داره. کم کم دو تا شخصیت مختلف پیدا کرد که با یکیشون حتی دعواها و تحقیرهای مادرش هم زنده به نگه داره. به حدی پیش رفت که شخصیت نورمن به عنوان مادرش همیشه شخصیت اصلی رو کنترل میکرد. هر باری که نورمن کشش جنسی به یه زن پیدا میکرد، اون شخصیت دوم کنترل رو به دست میگرفت و اون زن رو میکش. کاری که شاید مادر نورمن واقعا انجام میداده، چون همیشه میخواسته بچهش رو کنترل کنه. اتفاقی که برای ماریان افتاد هم همین بوده. نورمن رو تو اتاق بازجویی میبینیم. صدای مادرش شنیده میشه. زن بهش میگه تو همه این کثافت کاری ها رو کردی و باید زودتر از اینا گیر میافتادی. اما نورمن که انگار نتیجه کارش راضیه لبخندی میزنه. سکانس آخر فیلم ماشین ماریان رو میبینیم که از گل درش میارن و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. آلفرد هیچکاک، کسی که اومد روانشناختی رو توی سینما به بهترین شکل خودش نمایش داد و یکی از مهمترین امضاهای خودش هم توی فیلم ها صداگذاری و موسیقی فوق العاده است، به طوری که توی فیلم ورتیگو یا سرگیجه موسیقی فیلم به حدی آدمو درگیر این مشکل روانی میکرد که شما خود به خود سرت گیج میرفت وقتی داشتی تیتراژ فیلمو میدیدی. این کاری که شاید یه روانشناس خفن که دیگه اسطوره هیپنوتیزم بتونه انجام بده، اما خب هیچکاک توی فیلمش این کارو کرد. فیلم سایکو هم دقیقاً یکی از همین نمونه‌های بارز سینما هست که سردمدار خیلی از فیلم‌های بعدیش شد، از جمله فیلم اسپلیت که چند وقت پیش توی کانال گذاشتمش و دیدیم مشکل روانی که داشته، چند شخصیتی و کلا سبک نمایش دادنش انگار از فیلم سایکو برداشته بود، یا خیلی فیلم‌های دیگه که حتی اون سکانس معروف توی حمومش هم عیناً توی خودشون تکرار کرده بودن. یه نمونه خوبش هم فیلم اسکریم یا همون جیغ. یه توضیح کلی هم بخوام در مورد فیلم بدم، اینه که توی فیلم سایکو ما میایم از شک بهره میبریم، یعنی چیزی که هر کسی توی فیلمش استفاده نمیکنه. هیچکاک میاد به ما نشون میده که توی یه فیلم میشه مشکوک بود. یعنی شما از اول فیلم داری با آدمهای مختلف شک میکنی. اول میگه که همین یارو صاحب مسافرخونه است، بعد میگه مادرشه، بعد میگه شاید سم بوده که این کارو کرده، بعد میگه شاید اصلا همون مامور پلیسه بود، شاید همون کارگاهی نقشی داشته، شاید خواهرش کاری کرده بوده، همون رئیسش که ازش پول دزدیده بود. هر کسی توی این فیلم مورد ظن شما قرار میگیره و واقعا فیلمو به شکلی پیش میبره تا یه مدتی که شما به همون طرف شک کنی. انگار خود به خود به خاطر تصمیمی که هیچکاک میگیره شما شکتو به یه نفر دیگه تغییر میدی و این چیزیه که اون میخواد، نه اینکه تو بخوای. این خیلی کار خفنیه. شما اگه فیلمو کامل ببینید درک میکنید. توی خلاصه فیلم نمیشه قشنگ به نمایش گذاشتش. جدا از این قضیه، قطعا وقتی از هیچکاک صحبت میکنیم فیلم باید پر از سمبل و نماد باشه، که توی این فیلم همین جوریه. مهمترینش هم توی همون مسافرخونه است. وقتی به لابی میریم که نورمن توش کار میکنه، میفهمیم که کارش تاکسیدرمیه، حیوانات خوش شده رو نگه میداره و پر از پرنده های خوش شده ای که از جمله عقاب توی دوربرش نگه داشته و اینا همشون نماد اون راز سیاه و تاریکی هست که درون خودش داره. یه راز به همین ترسناکی و وحشتناکی توی خودشه و انگار از اول داره ما اینو میگه، اما خب هر کسی بهش توجهی نداره. یه نکته جالب در مورد این فیلم، بودجه خیلی کمشه، به طوری که اصلا هیچکس توقع نداشت این فیلم معروف شه. همین گفتن یه تست خیلی عادیه و قطعا هم شکست میخوره، اما خب به یکی از پرفروش‌ترین های هیچکاک تبدیل شد و هنوزم که هنوزه خیلی جاها به خاطر نبوغ سینماییش، نبوغ فیلمبرداری، همه کاری که توی این فیلم کرده بود مورد تحسین قرار میگیره. نکته بعدی در مورد همون سکانس معروف توی حمومی هست که بهتون گفتم. چرا این سکانس معروف شد؟ مهمترین دلیلش اینه که هیچکاک میاد بدون اینکه یه صحنه قتل رو بهتون نشون بده، با صداگذاری و فیلمبرداری خفن که از همون دست دختر که داره به دیوار کشیده میشه یا خونی که قطره قطره رو زمین میریزه، با این سکانس‌های کوچیک و صداگذاری فوق‌العاده خفنش قشنگ صحنه قتل رو به شما تداعی میکنه. یعنی بدون اینکه اون صحنه رو ببینی توی ذهنت خود به خود میسازیش، کاری که شاید فقط از دست این رمان نویس در بیاد، بخاطر اینکه وقتی شما یه داستانو میخونی، بخاطر اینکه تصویری نداره، شما برای خودت تصویر میسازی. اما هیچکاک تو یه فیلم سینمایی این کارو کرد. یعنی شما داری تصویر رو میبینی ولی همزمان توی ذهن تصویر میسازی و این یه چیزیه که اصلا بهش فکر کنی مغز آدم میپاشونه، یعنی چقدر طرف خفنه. و نکته آخرم که میخوام بگم در مورد خون توی این فیلم. ما داریم فیلم سیاه‌سفید میبینیم در زمانی که فیلم های رنگی هم مد شده بودن. یعنی اینطوری نیست که بگیم توی سال 1960 همه فیلم ها سیاه‌سفید بودن، نه، خیلی فیلم های رنگی هم میومدن و هیچ مشکلی توی فیلم برداری نداشت. این تصمیم هیچکاک بود که فیلمو سیاه‌سفید بگیرن، به خاطر اینکه میخواست اون
عمق قضیه رو، اون خشونت و همه چی رو توی سیاه‌سفید به نمایش بذاره. کار جالبی هم که توی این فیلم انجام داد در مورد خون بود. خب فیلم سیاه‌سفیده، قطعا هر رنگی شما بریزی انگاری همون رنگ خونه، چون مشکی فقط معلوم میشه. و کاری هم که هیچوقت انجام داد، اومد از مایه شکلات استفاده کرد. میگفت این شکلات به خاطر برقی که میزنه و نوع غلیظ بودنی که داره قشنگ شبیه به خون میشه و واقعا همینطوره. شما همون سکانس همون که میبینی واقعا حس کن طرف داره خون ازش میریزه با اینکه فیلم سیاه‌سفیده. دیگه همین، امیدوارم خوشتون اومده باشه. فیلمش میگم خیلی قدیمیه ولی یکی از بهترین های سینما، حتما باید یه بار تماشا بکنیدش. لایک کامنت ساب یارتون نره. روزتونم گلاسی.